اون در شنید پارشای اخرموت هستیم، تفسیر آراء مرخم بقادش رو بخونیم. ز خودشون رو میطلبیم که انشالله سلامتی و سیمخواه و موفقیت در تمام طول زندگی داشته باشه. پارشا شروع میکنه: و دبر ادونای الموشه اخرموش نه بنه ارون به قرباتام بفن ادونای و لاموت. صحبت که خداوند به موشه بعد از فوت دوتا بچه های ارون به قرباتام ریفته هشه موقع نکه نزدیک شدن به حضور خدا و یاموتو و از بین رفتن. مطلبی که در پارشا داره صحبت میکنه بعد از فوت دوتا بچه های اهرون هستش که هشم چی میخواد بگه؟ پارشا بندگه و یومر هشم موشه فهمو خدا به موشه درد اهرون به اهرون برادرت بگو و یا با بخلعه تحقودش. از اینا باید یاد بگیرن دوتا بچه ها که هر موقع خواستن نمیتونن بیان وارد شن. کیل آنان ارائه الحکپوره چون در مه و ابر من آشکار میشم بر روی صندوق هر، بنابراین اجازه ندارن که هر موقع بخوان بیان، حتی خود اهرون کوهن. این قسمت نقطه اولی هستش که اینجا پارشا صحبت میکنه. توضیح میدم فهمون که اسم پارشا چی هستش. پارشای اخره موت هست بعد از فوت آدمی صحبت میکنه، در بعد از فوت بچه های اهرون که خود پرورخه مقادوش زیاد روش توضیح میده. قسمت اول این رو دیگه نمیخونیمش به خاطر اینکه صحبت میکنه اینا زخوی خیلی بالایی داشتن با وجود که نقص هایی برای اینا میشمارن اما قیدوش هاشون بسیار بسیار بالا بوده. اما چرا اسم پارشا گذاشته شده اخره موت؟ درست بزرگی میخواد به ما یاد بده که زندگی برای هیچ کس پایدار و مستدام نیست. موشه اهرون تمام کسایی که در او دوره بودن و حتی کسایی مانند بچه های اهرون کوهن نادا و ریهو بالاخره زمانی خواهد رسید که همه آدم ها از دنیا خواهند رفت. پس فقط آدم الان رو نباید نگاه کنه. اسم پارشا اخره موت هست. اخر موت چه خبر هستش؟ بعد از که انسان بعد از 120 سال از دنیا بردش اون موقع هستش که وضعیتش چطوری هستش و چه زخوتی داره، چه کار کرده، نیستوها و آبونها چطوری هست. تفیق من از داوید ملک که فهمان ایشون یه موقع میره به شهر سیقلاج، میاد اونجا وقتی داشته میرفته میره یه مقبره اونجا هستش، یه مقبره رو میبینه، میبینه یه سکویی هم داره، یه نوشتایی روش حکاکی شده. میره بخونه ازش میبینه چی هست، میره جلو نگاه میکنه میبینه که اینجا نوشته، متوجه میشه که مقبره یکی از پادشاهان گذشته هستش. نوشته ایشون خود پادشاه گفته که توصیزی بندیسی من فلان پادشاه هستم، من با هزاران شهر رفتم جنگ کردم، با پادشاهان زیاد اینا کشوراشون رو تسخیر کردم، مقابل هزاران لشکر ایستادم و جنگ کردم، خونهای زیادی ریختم و خیلی قدرت ها به دست آوردم، ثروت خیلی زیاد، مقام خیلی زیاد، همه اینا گیرم اومد. اما حالا شما که رد میشید نگاه کنید ببین من کجا هستم. الان زیر تلی از پاش آخرش جمله نوشته شما فریب نخورید اونجوری که من فریب خوردم، فریب دنیا نخورید. من فریب خوردم، من فکر میکردم که چیزایی که گیرم میاد همیشگی است، هیچ وقت فکرش نمیکردم که اینا از دست بدم و هیچ دنیای دیگه نداشته باشم. پس شما فریب زرق و برق دنیا نخورید. این هستش که میگه روداوید امیل خیلی اثر میذاره این مطلب و نقطه هستش که متوجه میشه و اثر روش میگذاره که انسان پایبند دنیا نباشه. میبینیم داوید ملک با وجودی که هم پادشاه هست هم ناوی هستش و منزلت درجه بسیار بالایی داشته اما مثل یه آدم عادی مردم میرفتن سوالات حلقهای خودشون رو ازشون میپرسیدن و اون استغاثه‌ای که به درگاه هشم داره با نوشتن تهلیل خودش. پس اول پارشا اینجا در مورد اخر موت صحبت میکنه، به همین خاطر بعدش در رابطه با روز مقدس کیپور هستش. یعنی اول پارشا
میبینیم که مراسمی که ارنا کوهن داره یا کوهن گادول وقت چه کاری که باید انجام بده در روز کیپور، اینا در پشه هفتم مفصل توضیح میده. همطور که میدونید روز کیپور هم صبح کیپور و هم بعد از اون مینخای کیپور سفر تورایی که خونده میشه مال پارشه یه هفته هستش. قسمت صبحش مراسمی که صبح انجام میدادن و قسمت مینخای بعد از ظهرش در مورد عرایات و نگهداری چشم و پاک بودن و خلوصیت نشاما هستش که دوی رابطه ها داره صحبت میکنه. در همه خاطر هستش که از قسمت اول شروع میکنه، میگه وقتی میاد ارنا کوهن یا در دورهای بعد کوهن گادول در محل قولش گذاشی سال یه بار فقط اونجا وارد میشده، واسه داره میگه کتونت بعد قولش لباس کتانی مقدس برتن کنه، شلوارهای کتانی بپوشه، کمربند کتانی و همطور عمامه کتان در سر بگذاره، خود رو بشوره، لباسها رو بپوشه و بیاد برای انجام مراسم. البته لباسهای طلاییش رو هیچ کدوم نمی پوشیده به خاطر که تذکری از مسئله ایگل نباشه. اما یکی از مراسمی که روز کیپور انجام می دادن چی چی بوده؟ واسه زعی میگه ذراقه ایل چنه هست ایرین دو تا بزغاله بگیره و اونها رو بیستاند، آنها را جلو به هشم در به چادر وعده. دو تا بزغاله می آوردن، دو تاشون یه اندازه یه شکل، یکی سمت راست میذاشن یکی سمت چپش، یک کیسه می آوردن، دو تا کاغذ داخلش هست، یکی اسم هشم نوشته یکی اسم عزازل نوشته. دو تا دست میکرده توی کیسه، با دست راست هر کدوم که بالا میومد میذاشت سمت راست و اون که با دست چپ بیرون میومد میذاشت بر سمت بر سر اون بزغاله که سمت چپ هستش. اون که برای هشم قصد یکی نوشته بودن اسم هشم اینو میبردن برای هشم و اون که اسم عزازل روش در میابرد میابردنش یه صخره بزرگ بوده، یه کوه بزرگی است به نام عزازل و از اونجا پرت میکردن پایین و به این وسیله میگفتن کفارش به گناه ملت اسرائیل. خب این یه چیز عجیبی هستش، چرا باید دو کاری انجام بدن؟ یه چیزی هستش که آره برخی مقادرش روش توضیح میده. پاسوق زین قسمت اولاش ما نمیخونیم، میریم قسمت های پاراگراف هایی که در رابطه با این قسمت صحبت میکنه. رخش اولیان و هشم ات کل زود اینه شرخال پانه کار تم مستیر کینه اشه از سیریم نوسیم کل زوهمه تحلوه هنه پش. این دو تا بزغاله تمام بیماری های جان رو از انسان میگرفته. اون بزغاله ای که برای زدیت ها بوده توم آیا نیقداش خیل دلو هشم، یکی برای هشم میابردن که این بوده، اما یکی دیگه بوده برای گناهان سبوس و سنگینی که از اینها سر زده. سی و هشم شیعه بده، هشم دستور میده که اینها رو از بین ببرن خارج از مکان قدس و مقدس. به سی و اونجا هشم دستور میده تیسموخ اهرون آلا اهرون دستا رو بر سرش میذاشته که او شلوخان شر اسرائیل که این شالیخ اسرائیل قصد و حرفی که انجام میدهن این در واقع معمولی هستش و واسطه ای هست. همطور که نوشته وراتر و تا مرگوش هستایی اخی، یعنی موقعی که دست مرسز میذاشه نوشته وناتا هستایی مدی اکی ایماسه با بخیند همه قبل، یعنی تمام جنبه های بدی که در ملت هست در واقع داره بیرون کشیده میشه بر سر ای ایوان قرار میگیره. دیگه یه همچی حالا اولامه ناینیان و برای که مطلب رو متوجه بشیم مثال هست، مانند یه پادشاهی هست که بیق بیگره بانا اومد نگاه کرد به لباس های بچه هاش، دید در اونها یه چند تا لباس ها تمیز هست اما یکیش که اونها لکه روش هست، اگر لکه دید چه کار میکنه؟ به شخشپو بیادو لکه کوچیکی که هستش دستش رو میماله بهش تمیزش میکنه میده به دستش. اما موقعی که میبینه لباس بسیار کثیف هست این دیگه نمیده به بچهش، میده به یکی از نوکرهاش
که بعدش نیاد و خوشش هم میاد که تو لباسی رو بپوشه که نوارزه. اینجا همینطوری هستش، پادشاه که عشم هست موقعی که میاره جلوش قربانی این او بیفرد و تحرد که پنکل شد، اگر یه لکیه کمی هست یعنی آبانهای سهوی و اشتباهاتی که یه موقع مثلا وارد به تنقضاش شدن لو یه تو اول قربان الا این تمیزش میکنه. اما تمام لکه های آبونهایی که اسرائیل ها انجام دادن که به سمون لباسی هست که همش کثیف شده، موقع هستش که میگه بدید دست یکی از نوکرها و ببردش. و اینجا هستش که میخواد همین رو اشاره کنه، در واقع این قربانی که میبردن بر اون کوه عزازل همین هستش. به طرف شسی با هشم اصول که آخوام در اینه که هشم دستور داده که تو کاری انجام بدن و نگفته که بگیرن یه بزرگاری از اون بازار بگیرن بیارن بفرستن برای عزازل. بعد از که اعترافات رو برش انجام داد اول سر که میننیم لاشید قبل سو به خاطر که این نیستش که بگیم جمع میشن تمام تومهایی که انجام دادن اسرائیل ها با اعمال بدشون و بیاد بریزه بر سر این بزغاله که این بردی ها از سایی ریسن هشم. موقعی که میاره این بزغاله به حضور هشم و بعدش انجام مشخص میشه که به طور کلی خلاصه مطلبی که اینجا اشاره میکنه تمام بدی ها رو بر سر یمون قرار میدن و در واقع این هستش که داره از بین بیرد. یه خلاصه هست که میاد عرب اورخیم مقادوش روی این قسمت برای ما توضیح میده. اینجا اولا برای ما اشاره میکنه که اولا روز کیپور یه روز بسیار مقدسی است. روز کیپور باعث میشه آبونهایی که از انسان سرزده تمام آبونها پاک بشه، در صورت که انسان میاد تشوبا و توبه داره به درگاه هشم. آن شعیش توضیح میده میفهمه که در ویفرا ربا نوشته اگر انسان گناه کرده باید چه کار کنه. نوشته ایم آسی تا خویلوت شل اویروت تحصه خویلوت شل ویسلوت. اگر تعدادی گناه انجام داری حالا در مقابلش بیاد تعدادی میسوا انجام بده، یعنی با هر میسوایی که آدم انجام میده تیخونی هستش برای نفش و جان خودش. یعنی هر میسوایی باعث میشه که لکه های آبون انسان پاک بشه. خب حالا یه زخوت و یه میسوایی که بسیار بالا هستش و بسیار روی انسان میتونه تأثیر داشته باشه کی هست؟ تشویق کردن دیگران برای انجام میسوا که در واقع همون زیکوی ها ربی مستش. یعنی هر کاری که انسان انجام میده که دیگران تشویق کنه میسوای انجام بدن زخوت اینها برای آدم هم نوشته میشه. نوشته قاروب لنریین به میدوته هم حتو بود امین هاگه هم امشوباخین، کسی دیگران رو راهنمایی میکنه زخوتش چند برابر میشه با میسوایی که میاد انجام میده. من بخاطر هستش که نوشته خویلو کل میسو، یعنی یه موقع است که آدم یه میسوایی انجام میده ولی در واقع یه میسوا نیست، صدها میسوا است که انجام داده. از بخواهیم زایسیک تعریف میکنن میفهمه که ایشون تعریف میکنه میگه که آرام عمدید مدومنا یه موقع میبینه که یه بچه ای هستش با پدرش، اینا دو نفر با هم زندگی میکردن، مادرش هم فوت شده بوده، اینا بسیار فقیر هستن، هیچی نداشتن، میرفتن در خونه های مردم پول میگرفتن، کمک میگرفتن و وضع مالیشون بسیار خراب هستش. شب که میشد اینا چیزی نداشتن، میرفتن جایی بوده که غذا میدادن با آدم های فقیر، میرفتن اونجا خوراکشون میخوردن، شب هم میرفتن تو کنیسا میخوابیدن. یه مدت میگذره، بابای فوت میشه، این بچه تنها میشه. حالا همگی میبینه که هیچ چی نداره، این بچه رو برش میاره، میاردش تو منزل خودش یا تو خونه خودش این رو بزرگش میکنه، همه چی بهش میده، امکانات در اختیارش میگذاره، میتونه
بره تورا یاد بگیره. بعدها این بچه تبدیل میشه به کی؟ ربی شلومو تلوگه، یکی از گدوله دور میشه، یکی از شخصیت های بسیار بزرگ. ایشون بعداً 150 تا کتاب میده، همین بچه ای که به شکل بزرگ میشه چی نداشته. همگی ندوم را که رو بزرگش کرده. بعد از که میره دنیای دیگه، اونجا هستش که بهش میگن تو 150 تا کتاب نوشتی. چون میگه من یه سال 50 تا کتاب نوشتم. میگم بله، تو این بچه بزرگش کردی، این بچه به این درجه بالایی که رسید 150 تا کتاب که نوشته برای تو هم اکتاب شده، مثل که تو هم تمام این کتاب ها خودت نوشید. اصلا به خاطر است که اینجا به ما توضیح میدن تمام هر کار نیستایی که آدم کار میکنه که دیگران انجام بدن، خودش هم توی این نیستایی ها شریک میشه. همطور که در کتاب پلیو اس هم میفرماد درجه مزکه ها ربین بسیار بالا هست. یه نفر که میاد کتاب چاپ میکنه، یه نفر میاد سی دی های چاپ میکنه، دیسک های چاپ میکنه و اینا انتشار میده بین مردم. و آدم هایی که فرض کنیم میاد تلیف درست میکنه، سیفید درست میکنه، کلا درست میکنه، در اختیار دیگران قرار میده، میاد نشریه های توره هستش کپی میکنه به دیگران میده، یا ازاره میسرایی دیده که برای دیگران هست. اینا زخودهای بسیار بالایی هستش. حالا کتاب پلیویس میفهمد که اگر آنم توی این دنیا یه نیستگاهی انجام بده، پاداشش معمولا توی دنیا نیست، اما نیستگاهی زیکویا ربیم نیستگاهش خیلی بالا هستش. توی دنیا قسمتی از نتیجهش رو میبینه و همینطور پاداش مهمش هم در عالم ابا خواهد بود. یه موقع هستش که ممکنه این نفر بیان مثلا به یه نفر صحبت میکنه، تشویقش میکنه، مثلا خیلول شباط میکنه، بیا از به بعد شباط رو درست و بهتر نگه دار. یه موقع هستش که هر که بهش میگه فایده ای نداره، رفت میگه خب چه فایده داشت بعد؟ ناامید میشه. میگه نه، اگر بعد از 50 سال هم که بگذره او یه نفر از سر بگذاره، ارزش این رو داشته که به خاطر همین میسوا به دنیا بیاد. مثلا یه که آرام پلیویس میفرماد، یا حتی بالاتر از این، حتی اگر تو 50 سالم اثر نگذاشت، هیچ تأثیری نگذاشت، ارزشش داشته که به این دنیا بیاد، برای همین صحبت که به دیگری کنه و حتی اثر نگذاره، ایشون میسلاش رو برده. از متوجه میشیم که حتی یه صحبت که آدم به دیگری میکنه، تو صحبت میاری که ریسا نه نمیام، ریسا خیلی خوبی از بلندشی بیایی، حالا چه تأثیر بگذاره که نگذاره، ایشون نیسواش رو برده. و البته عکسش هم هست، و آدمی که باعث انحراف دیگران میشه، و آدمی که برعکس تشویق میکنه دیگری، من یه همه درخواه ها گفتم به کجا رسیدم، یه همه صدقه ها دادم که نتیجه ای داشت، اثر منفی هم اگر بعد دیگران بگذاره، این هم باید جریمهش خیلی زیاد هستش. حالا پریمگالین توضیح میده، میگه مشربه نور اول شالوم زاخا وزیکا اتاربی، مشربه نور خودش زخور پیدا کرد و زیکو یا هربین بزرگی هم داشت، اما به جماعت به رای نیسوای عشم کشون و به همین خاطر توی دنیا صورتش بسیار نورانی شد، عزیز زخور هستش و بنابراین مقداری از پاداش توی دنیا هم نصیبش میشه. میگه مثل چی هست؟ مثل یه دلالی ما در نظر بگیریم، یه واسطه ای قصدش که میان مثلا زمین میدن دستش که ایشون بیاد بسازدش. ایشون میگه خیلی خوب، چقدر طول میکشه؟ مدتی طول میکشه، ممکن چند سال طول بکشه که ایشون بخواد بسازدش. میخواد دعا میکنه مشکل پیش نیاد، کارا درست جلو پیش بره و اینکه من بتونم دستمزدم بگیرم. بعد که ساخته شد ایشون میاد سود خودش میگیره. اما میفرمان نیسوای دیگه اینطوری است، نیسوای زیکوی عربی اینطوری نیستش. مثل کسی است که وقتی بخواد زمینی بیاد بسازه، اول سودش نقد میگیره،
یعنی همین که قدم برداشت توی قسمت پاداش کاملی نصیبش میشه. نمونه‌اش هم از القانا هستش که میبینیم به خاطری که میرفت شالوش گاریم مردم رو تشویق میکرد با خودش میبرد، نتیجه چی هستش که یه بچه گیرش میاد که همون شموئل اندابی هستش که درجه بسیار بالایی داشته. و بازم در همین رابطه در میدراش توضیح میده، میگه عمید خسته این حضوله است به اسم عذر یمل اسمو، کسی که خسد میکنه و خوبی انجام میده با دیگران در واقع داره به خودش کمک میکنه. مثال میاره در میدراش، میگه یه موقع شخصی از یه بیابونی هستش داشته عبور میکرده، به یه روزخونه کوچیکی میرسه، یک کنار روزخونه میشینه، میگه جای خوبی هستش، اونجا میاد یه مقدار چیزایی که با خودش آورده، این مقدار خرما آورده، این مقدار انجیر آورده، کنار آبه میشینه، بیرون میاد و مشغول خوردن میشه. کف دستا اینا بر میداره، یالا که اینجا من نشستم میام کنار همین آبه کف دستا گل بکنم اینجا بکارمش، شاید آینده سبز بشه. همچنان کاری انجام میده، بالاخره ایشون از جا میردش. 20 سال میگذره، بعد از 20 سال دوباره ایشون گذرش از اینجا میفته و چند نفر از تجهیزا عبور میکنن، میگه یادم اومدش 20 سال قبل یه چند تا هسته ها اینجا من کاشتمش، حالا برم ببینم فایده کرده یا نه. ایشون میادش همون جایی که قبلا نشسته کنار رودخونه، وقتی میاد اونجا خیلی تعجب میکنه، ببینه چند تا درخت خرما هستش، چند تا درخت انجیر میوه سرش هست و همینطور درخت بادوم هست، همه اینا سبز شده. چون خیلی تعجب میکنه، ایشون فقط خرما و انجیر اومده اینجا کاشته، اما بادوم هم سبز شده. که من متوجه میشه که به خاطر چی بوده، وقتی اینجا دو سه تا درخت سبز شد گنجشکا و پرنده ها می اومدن اینجا، پرنده ها می اومدن مقداری از این میوه ها نوک بهش می زدن، از جای دیگه هم که می اومدن و نوک می زدن میوه های دیگه، دهانشون بوده می اومدن اینجا، از دهانشون افتاده اینجا، حتی اینا هم که افتاده آب است و گل خوبی است اینجا سبز شده. من که همی رو اشاره می کنیم، میگه بله ما می خونیم زره صداقوس مسیح یشوعوس، او آدمی که از خود گذشتگی میکنه بالاخره نتیجهش خودش و بچه هاش خواهد دید. اینجا مثالی برای همین قسمت است، او آدمی که خسد میکنه، خونی میکنه و کمک میکنه نسبت به دیگران، از خود بسیار بالایی است و از خود بسیار ارزشمندی است که نتیجهش خودش و خانوادهش خواهد دید. وقتی نستش که توی پاراشا صحبت میکنه از مراحل و مراسمی که انجام میدادن در روز کیپور، من جستش که پس لامدال مینویسه و آتا زوت داخل لخوقت اولام، این باشه برای شما قانون ابدی، کفاره شود بر فرزندان اسرائیل از تمام خطاهای آنها یک مرتبه در سال، انجام داد آنطوری که دستور داد خداوند به موشه. ببینید که حالا برای خیلی مقادش روی قسمت چی برای ما میاد توضیح میده. تماد وید کشه سیوا عشن، انجام داد اونطوری که خداوند بهش دستور داده بود. ربطان زال آبرو خخامین فرهودن که از کاتو یه خبه لحگه شیل خوشن احران اینجا بخواد تحسین احرانکونه رو بگه، چرا آسفال دیگ دوله آوریست هسته کار که انجام داد به خاطر افتخار و منم زدن و ریاست نبود، الا اصلا حکول قیم نسبت هشه، هر کاری که انجام داد فقط به خاطر انجام دستور هشم بوده، الا شهر هشم یادی بریم احران، خدا با اهرون صحبت نکرد الا این موشه، مگر اینکه با موشه ربنو صحبت کرد و اطرا میدا تو را از سنیا شهادت میده چرا نشتن نهدی مورستر و انسایی تو آهنسایی، یعنی همونطوری که بهش گفته شد به موشه ربنو به همون شکل
ایشون مثل ای که به خودی صحبت شده اومد اجرا کرد و انجام داد. حالا متا چهد ولی من امال نیتی موشه و مطالب که از دهان و موشه گفته شد هیچ تغییری برای ایشون ایجاد نکرد. بعد اینجا در واقع یک جایگاهی هست که انجا ما یاد میگیریم برای قسمت ها و جای دیگه که در واقع همه جا همینطوری بودش و هر کاری که ایشون انجام میده اون چیزی که اشن بهش دستور داده دقیقا به خاطر اینکه فرمان خدا هست به همون شکل میاد اجرا میکنه و انجامش میده. از اینجا متوجه میشیم نکته ای که در برای ما توضیح میده. میسواها اونطوری که هشم از ما میخواد ما باید انجامش بدیم. هر فردی در هر موقعیتی که هست بعضی از میسواها میتونه انجام بده، بعضی از میسواها هستش که امکانش برای همه آدمها وجود نداره. یا میسواهایی هستش که مختص کوهنیم هست، مختص لویا هستش، یا کسایی که زمین دارن کشاورز هستن. این از که ما یاد میده میگه ببین مثل چی هستش؟ ما 613 تا میسوا داریم. فرض کنیم یه آدمی هستش که مثلا 21 سکه تو جیبش گذاشته. تو راه داره میره 20 از اینا گم میکنه. آیا میادش بگه خب 20ش گم کردم، پس یه دونه چه فایده داره؟ یه دونه هم بیرون بیاره بندازدش دو. دیگه نه هیچ وقت طورکاری انجام نمیده. میسوا هم همینطوری هست. یعنی این نیستش که ما بگیم اگر خیلی از میسوا من نتونستم خب حالا یه میسوایی هم که میتونم اینو کامل انجامش ندم. بله تو تخصص داری توی سیسی، تخصص داری در درست کردن سفینی، تخصص داری که بتونی زبان خوبی داری با دیگران کمک کنی و اونا رو به راه هشم بیاری، میتونی پولت رو بیاری در اختیار دیگران قرار بدی. هر میسوایی برای خودش یک دنیایی ارزش داره. از همه خاطر هستش که همینطور میخونیم ات میشپاتای تعصو و کوکوتای تیشمر و لاله خید باهم. قوانین من رو انجام بدید، اونا رو نگه دارید و اجراش کنید. انی هشم الوکیخم، من هستم خدای خالق شما. این پاسخ دالیر هستش که اینجا رو خیلی مقادرش روش توضیح میده میگه یعنی چی. یه خوه بگو لاله خید باهم، این که میگه لاله خید باهم یعنی چی. در کتاب یزقیل نوشته سید قد هر صدیق لو تحصیلنو بیان پیشو. یا آدمی که صدیق هست این دلیل نمیشه که اگر آبون کرده باشه آبونها ازش چشم پوشی بشه. آبون جای خودش، میسفن جای خودش. چه بیه صدیق قلیام ها حتی اگر یه آدمی صدیق بوده تمام عمرش و در آخر عمر راشا بشه این زخوتش از دست میده. بلو یه لخی ما بیام لخت اولا اولا بلدیان و دیگه تو دنیا دیگه باش نمیره. در این خاطر هست میمیسه نه ای توفیقی نیست. لاله خید باهه همیشه آدم باید نیست و انجام بده محسین پاویم داشته باشه و هیچ وقت آبون نکنه چون دوتاش براش سبز میشه. شروع قبل آدم نیستخر نیست بود با اولا مرزه. انسان امید نداشته باشه که بخواد پاداش میسواها در این دنیا بگیره. رشه هجوم لحظتام اون مقال قبل سخارام. امروز انجام میدی فردا مزد واقعی رو میگیری. یعنی توی دنیا هر چقدر هم که انسان میسواهی که انجام داده باشه هر چقدر پاداش بهش بدن نمیتونه جایگزینی باشه براش حتی برای یه مرتبه میسواهی که ایشون انجام داده. وقتا به میشوه نوشته که نر میسوا به تورا اور. میسوا مانند یه شمع هست، تورا مانند یه مشعلی هستش که علام آیدون را خوک به معلق. دنیای دیگه موقعی که جان انسان به شمای انسان میره به دنیای بالا، اگر یه آدم راشایی هست اونجا مثل رای تاریکی هست که بهش نشون میدن. میسوا و تورا نوری میشه، مشعلی میشه که در دستش قرار میگیره، راه براش روشن میشه. در سلیم نوشته نر لرگلی دوارخا و اور لینتیواتی. شمعی قصد برای پای من کلام تو و
و مانند مشعلی است برای جاده من. منظور چی است؟ نر یعنی شمع. اور چی است؟ اور یعنی مشعل. یه خصوصیتی شمع داره که مشعل نداره و برعکسش. یه چیزی مشعل داره و شمع نداره. یعنی چی؟ مثلا برای بدیخت خامس سریخا بلعیلا لعورنه نمیشه با مشعل بیان بدیخت خامس کنن، چون که شنر یا به شم میشه ما بیاریمش در جایی که پایین قرد زیر کمودگاه هستش، چکافای دیوارگاه هستش، از شمش استفاده کن نه از مشعل. یه امتیازی هم مشعل داره که شم نداره، که از دور میشه فاصله دورتر رو دید، در سطح شم اینطوری نیست. من خاطر داوید ملک اومده اینجا میگه چی؟ میسوای هشم هم مانند مشعل هست و مانند شم هستش. بله من نوشه نر لرگلی هم که بخوام جلو بذارم راه نزدیک این شم و این چراغ هست که برای من روشن کننده هست، و اور یعنی چی؟ راه دورتر رو برای من میاد روشن میکنه. یکی از که اورخای مقادش رو میده و بعد باز ادامه میده چیزی که آرابلیشون بعدی خواهی نوشته 248 عضو در بدن انسان هست، 365 رگ ها هست، مقابل نسبت عصه و لوته عصه. موقعی که انسان میسوایی رو انجام میده و همون عضوی که میسوایی رو انجام میده نام یوسکیوام که یعشم بر اون عضو قرار میگیره. چرا؟ کلمه میسوا ما بیایم نگاه بکنیم حروف نام یوسکیوام که درش هست، نصفش ظاهر هست، نصفش پنهان هست. نصفی که ظاهر هست اشارت به این دنیا که اتفاقی ما میبینیم، اما نصف این دنیا پنهان هستش، خیلی رازها هست که اصلا ما در این دنیا درکش نمی کنیم تا انسان بره دنیای دیگه. چرا یادم صدیر یعنی اینسولین کشید؟ چرا فلانی یعنی پولش رو از دست داد؟ چرا یادم تو خانواده یعنی دردسر داشتیم؟ چجوری هستش؟ جالب است این توضیحی که ایشون میده. برای رحم مقادش فهمات کلمه میسوا بیایم نگاهش کنیم. میم و سه داره، واب و هه داره. واب و هه بذاریم کنار. میم و سه حروف اتبش نگاه کنیم. حروف اتبش چی هستش؟ یعنی از اول وقتی نگاه کنیم حرف اول حروف الف به مثلا الف از اون بعد تاب بگیریم که حرف آخر هست. اما تو مثلا بت اینجا مقابل چی هستش؟ ری شین اونجا میشه. فهمید تو تا آخر. کلمه میسوا میم و سه وقتی نگاه کنیم در مقابلش چی قرار میگیره؟ حرف یود و ه قرار میگیره. یود و ه اینجا داره، میسوا واب و ه هم که آخرش هست. این دوتا با هم کنار هم بیاد نام یود که واب که درست میشه. پس اینجا هست که میفهمان هر میسوایی که ما انجام میدیم اینجا نام یود که واب که ازش به وجود میاد و کسی که رو انجام میده در واقع ایشون متصل میشه به نور شخینای هشم. و این از که نوشه لالخت باهم، نور شخینای هشم در وجود انسان قرار بگیره. در خاطر از که نوشه لالخت باهم انی هشم. و این از که نوشه به شاخنتی به تو خام. و این دست بزرگ از که ما یاد میده یعنی با هر میسوایی انسان بتونه اتصال مستقیم در شم پیدا بکنه. اینجا نقطه هستش که داره به ما اشاره میکنه. فهمان که موقعی که انسان میسوایی انجام میده این خودش یه نوع قیدوششم بزرگ هست. نفرشان میکنین که مبادا باعث خیلولشم بشید. بیدونی که گناه خیلولشم گناه بسیار سنگینی است و میسوای خیلوششم هست میسوای بسیار بزرگی هستش. خیلولشم میدونیم که آبان خیلی سنگین هست. اگر کسی آبان خیلولشم ازش سر زده باشه حتی کیپور هم که بیاد درست آباناش پاک میشه، اما هنوز این آبانه داره تا زمانی که بخواد از دنیا بردش. خب حالا ممکن ما بپرسیم تیخون آبان خیلولشم چی هست؟ اگر که این موقع انسان یک کاری کرده مردم بدبین شدن به تورا، یه خیلی شباتی کرده، یه موقع بحث شده، یه موقع توی کنیسه هستش
با این نفر در و بحثش شده، مردم میگن آه نگاه بکن این چه دور آدمی هستش، و این باعث فیلولشم شده باشه. مثلا اگر یادم هستش که بیشتر تو خط و مسیر هشم هست، یه باقی این از طرف لوگارسی سوال میکنن که خون آون خیلولشم چجوری هست؟ توش میگه برعکسش، بیا خیلولشم انجام بده. میپرسن خب چطوری؟ چطور؟ چه کار ما بکنیم که بتونیم خیلولشم داشته باشیم؟ میگه بگین همیشه بخند، همیشه لبخند بزن، یه نوع خیلولشم هست. تعجب میکنم میگم یعنی چی؟ اصلا چه کار به همدیگه داره؟ خیلولشم با خندیدن و لبخند زدن. ایشون جواب میده، میگه ببین وقتی همیشه بخندی مردم میان از ذهن میپرسن چطور شده؟ چه خبر شده؟ چرا از جو تو میخندی؟ تو جواب میده چرا نخندم؟ خدای به بزرگی من دارم، خدایی دارم که همیشه دوستم میداره، خدایی دارم که همیشه بهم رحم میکنه، خدایی دارم که همیشه بهم پرنسا میده و روزی میده. چی بهتر از این؟ خودش خیلولشم هستش. پس همیشه تو زندگی بخند، همیشه تو زندگی شاد باش و همیشه توصیف هشم داشته باش، یکی خودش میشه خیلولشم. یه مثال قشنگ یاره رابرت گوگاسی میگه مثل چی هست؟ یه آدمی از دور نگاه میکنه، ببینه که یه نفر داره به رفیقش مشت میزنه، تعجب میکنه داره بهش میزنه، برم جلو این آدم نجاتش بدم. میره جلو، نزدیک میشه، نزدیکتر میشه، وقتی نگاه میکنه ببینه یه آدمی که داره مشت میخوره داره میخنده، آدم تعجب میکنه که داره کتک میخوره و میخنده. بعد میاد جلو تا تازه متوجه میشه که بله ایشون داره ماساژش میده. ماساژش که داره میده این ضربه دعوا نیست، دوستش داره. اگر گریه میکرد معلوم بودش که ناراضی هستش. حالا ما نسبت به خدا برمی کنید، ما نسبت به خدا میفرمان موقعی که آدم سختی و مشکل تو زندگیش پیش میاد اگر ناراحت باشه یعنی چی؟ یعنی دلخور از دست خدا هست. ولی وقتی میخنده و خوشحال هست مثل آدمی هستش که داره میبینه دارن مشتش میزنن، ولی این مشت ضرر بهش نمیزنه، این ماساژ دارن بهش میدن، قوی تر میشه، خستگیش از دست میره و مریضی از تنش میره بیرون رو و باعث سلامتی بهتر میشه. او آدمی که میخنده در تمام طول زندگیش یعنی چی؟ یعنی میفهمه که این ضربه که داره میخوره بلا نیست، درمون بلا هستش، در واقع چیزی هستش که هشم داره بهش میده که این شفای تمام مریضی ها و بیماری هاش هست. و به همین خاطر هستش که اینجا فهمات شاد باش اگر که میبینی موقعیت های سختی زندگی پیش اومده، اگر خوشحال باشی، اگر بخندی، این خودش یه نوع خیلولشم هست و میسای بزرگی هست که نصیبت میشه. و من خاطر هست که بازم پاسخ کافتاله به همین نکته اشاره میکنه، میگه هر کی تنه او به خود اله که به خود اله نیست نو هر گوییم اشد انیم شدی انی پنخم. شما وقتی میاد به این سرزمین وارد میشید تو اینجا ملت های بودپرست زندگی میکنن، اونا رفتن دنبال راه انحراف و بنابراین اینا رو بیرونشون کردم. حالا که شما میایید اینجا شما مواظب باشید مانند اونها رفتار نکنید. روی قسمت توضیح میده میفهمه که میسواها چجوری هستش. منیره کلیسه شیست سرخ و میسواد اقه تنوت که بگه دولوت. آدم باید بدونه که میسوا کوچیک و بزرگ نداره، کل میسوا و میسوا سگولاتا بیفنه اسما، هر میسوا یه سگولایی برای خودش داره. یه موقع هستش که آدم فکر میکنه این میسوا کوچیک است، اما نه، همه اینا لازم هست لسیقونه هنفش، برای تیقونه نفش آدم هست. در خاطر هشم دستیو داده همش یه شکل، نگفته این میسوا بزرگ است، اون میسوا کوچیک است.
نبی خاطر شروع معاملق در کتاب قولت نوشته کل اشه تیم سا یاد کال اصو دکو وخا اصه هر نیستایی که توی دستت اومد حتی اگر که نیستایی کوچیک هست انجامش بده. خب برای چی؟ برای خیلی خواهدش توضیح میده دیگه چی؟ کلیسه اشیش میسلو سگولاتا لحریخ یامین باولا مزده هر نیستایی یه سگولایی برای خودش داره. بعضی نیستایی هستش باعث میشه آدم عمرش زیاد بشه، یه میسوایی هستش وقتی آدم انجام بده باعث میشه پولدار بشه، یه میسوایی هستش که باعث میشه اشم بهش بچه بده. هر کدوم از میسوا هر کدومش یک خاصیتی و خصوصیتی داره و خواهش اشم شدگل. خب حالا چرا اشم تو چرا نیومده ای رو بنویسه فلان میسوا باعث پولدار شدن میشه، فلان میسوا باعث میشه که آدم خخمه و عقلش بیشتر بشه؟ نه، اگر هرچه میومد طور چیزی رو میندهشت همه میومدن اون چیزی که دلشون میخواست میرفتن فقط انجام میدادن و میسوای دیگه رو دلش میکردن و دیگه تلاش نمیکردن اونچنانی که لازم هست میسوای دیگه رو انجام بدن. در خاطر هرچه نیومده بیاد برای هر کدوم از اینا خصوصیتش رو بندیسه که آدم بره دنبال عمش گلش تابول یادو دم میسوا که بیاد تو دستش همینطور میسوایی هم که اون سگولای لازم رو داره بهش برسه و چیزای دیگه هم انجام بده. واضح شم در این خاطر پس این دلیلی است ما میبینیم بعضی آدم ها هستن که اینها نه میسوایی از چه انجام میدن نه با مردم رابطهشون خوب است، اما میبینیم که تو خونه شون همه خوبی ها و نعمت ها دارن. چطور شده اینجا میسوای هشم انجام نمیده و نسبت به مردم هم صدقا نمیده، کمک نمی کنه، اما همه چیز داره؟ علت چی هست ها؟ شاید به خاطر این باشه چه بال آدم میسوا چه سگولاتا هست ساخت علامزه یه میسوای تو دستش اومده که این میسوا سگولای موفقیت این دنیا رو براش داشته، فقط این میسوا رو انجام داده، یه دونه میسوا انجام داده یه دفعه اثر کرده لنو عبرو شوسته منعیم سگولت همیسا و اصلاحاتا و اون گناهان دیگری که انجام داده جلوه سگولای این میسما و موفقیت رو براش نگرفته و به همین خاطر هستش که پس اینجا داره به ما یاد میده که انسان تمام میسماها رو بیاد انجام بده، نگه نه یکی برام سخته یا نه میرم یه میسمایی که عالی تر هست انجام میدم. این اصلا کوچیکی هستش بله برای بچه ها هستش در شهر من نیستش که من بخوام این اینسایی که به نظر بی ارزش میاد من بخوام بیام این رو انجامش بدم. حتی که در مسخه خدیگاه نمشته که شکتگی اولی اونه شهیش تا هر از اون رو معیم بعیم حتی اشاره به موضوع پردست میکنه، اما نقطه ساده و پشاتش این هست موقعی که آدم میرسه به سنگ های جواهرات خوب و بدش دیگه نمی کن. وقتی بره یه جایی که میگن بله اینا جواهرات مختلف هست هر کدوم میخوای بردار، نه او الماسه بر میدارم این طلایه بر نمیدارم، میگن همش میتونی برداری یا نه طلایه نمیخوامش گوشماره خیلی ارزشی نداره فقط الماس بر میدارم. وقتی بهش فرصت رو میدن دونه به دونه اینا رو میتونه برداره، بعد از 120 سال انسان پشیمون نشه که چرا این طلاهایی که به نظر کوچیک می اومد من بر نداشتم، در دنیای دیگه همین نکته‌های بسیار کوچیک هم برای انسان بسیار ارزشمند و بسیار گرون قیمت هست. پس این نکته هست اینجا داره به ما یاد میده که همطور که در پیرقابون میکنیم همیشه انجام بده خلا که و خمورا هر میسایی که کوچیک هست یا بزرگ هست تمام اینا دقت درمونش داشته باش و مطمئن باش که پاداش های بسیار خوبی هرچه داره که در اختیار قرار خواهد داشت. از درگاه هرچه میخواهیم دشال از دخول داره و رخای مقادش به کمک همه ما باشه، همیشه سالم باشیم، همیشه بتونیم نیسای هرچه رو انجام بدیم با دل شاد با موفقیت و اصلاخا اینشالا در همین ماه این نیسای با میل هرچه گویر کننده گویل و ماشیان باشیم. امین که یه راست.